تعدد زوجات راهی برای برون رفت از بحران تجرد و بحران جمعیت. این تعدد زوجات بیشتر بهش میخوره راهی برای فروکرده چیزی باشه تا برون رفت از چیزی، وگرنه تجرد که بحران نیست، این بحرانه. حتی این شرکت قدیمی بوده، مردم باش خاطره دارن که فرض کنید صابون گلنار پروسسانه بهشان رو بگین دیگه. بله. چرا کد میدین؟ نه دیگه من که اسم آوردم چی کارش داری؟ بذار خاطراتش بگه. وزیر مملکت در رو آنتن زنده خاطرات گلنار میگه، قشنگه. طبق نظر برخی از کارشناسان اگر تعدد زوجات احیا نشود، ما شاهد فاجعه میلیونی از دختران بیش از این خواهیم شد. خب اگه قرار باشه با روش چند همسری جلوی فاجعه میلیونی دختران رو بگیریم، ممکنه با فاجعه میلیونی مردان اکمر نصف شده روبرو شیم. مخالفت برخی از ما خانم ها با تعدد زوجات ورود ناشیانه و نسنجیده برخی مردان به این قضیه است. خب راست ترسناکه دیگه، تو وارد یه اتاق بشی یه دفعه با چهار تا از زناد روبرو بشی. خب این یه کار تخصصیه، شما یه دفعه بدون آموزش و گرم کردن بدن و ناشیانه وارد تعدد زوجات بشید، به دو هفته نرسیده یا دیسک کمرتون میزنه بیرون یا از ریشه خشک میشید. برخی مردان که وقتی همسر دیگه اختیار کردن، همسر اول رو معلق رها کردن. معلق؟ خدایش به حقوق همجنسات احترام نمیذاری، حداقل به قانون جاذبه و نیروی گرایش زمین احترام بذار. معلق چیه؟ وظیفه ما زنان مسلمان اینه که بیایم دست به دست همسرانمون بدیم که اولا این حکم الهی رو زنده کنیم و ثانیا باعث خوشبختی یک مجرد بشیم. به به، دست همدیگر رو بگیریم دستی دستی باعث خوشبختی یه زن مجرد نمیشه ها، اینجوری زن خوشبخت نمیشه، بیشتر باعث خوشحالی یه مرد متأهل میشین که قرار زن دوم بگیره، وگرنه اونی که قراره بیاد زیر یه سقف با تو زندگی کنه اگه بمیره به مراتب خوشبخت‌تره، البته به شرطی که مرگش در چارچوب قوانین و مقررات باشه. شما پروتکل، اساسنامه، برنامه‌ای برای این عکس‌هایی که میگید ما جلوگیری می‌کنیم از سنگ قبر دارید یا ندارید؟ بله بله، همه رو موقعی که طرف میاد تو پذیرش ما میخواد کار پذیرش در حقیقت متوفاش رو انجام بده، بهش ابلاغ میشه و تعهد گرفته میشه. بله، پس فکر کردین پروتکل فقط واسه کروناست؟ ما واسه همه چی پروتکل داریم. اصلا به نظر من باید اصل فاصله گذاری اجتماعی بعد از مرگم رعایت بشه. قبرای زنون مردونه رو چند متر از هم جدا بکنن که یه موقع ارواح نامحرم مختلط نشن با هم دیگه. بعد از اینکه دستور عمل تعهد امضا میکنن، هفته بعدش، دو هفته بعدش، سه ماه بعدش میان میکنن یا خودشون جابجا میکنن، خودشون نصب میکنن. این انتظامات سنگی که عرض کردم برای همین الان مهیا شده. انتظامات سنگ کمه ها، بعد گشت مبارزه با مفاسد قبری را بندازیم. هر کی رو سنگش عکس بی حجاب داشت، جسدش رو بکشین بیرون، گور ببرین، وزرا ازش تعهد بگیرین. بعدم زنگ بزنین خانواده متوفا بگین براش کفن بلند بیارن تا ولش کنین. نه با حجابش عرض کردم. من این نداره. ولی مکشوفش به جهتش خود اون متوفام حتما روحش آزرده میشه. اصلا به فکر روح متوفا نیستن ملت. واقعا همینطوره. خدایش فرض کن مرده باشی، رفته باشی یه دنیای دیگه. بعد ببینی یه عده با عکس روی سنگ قبرت هم تحریک میشن، روحت آزرده نمیشه؟ خارت هم آزرده میشه، روحت که جای خودش شده. فکر کن هر لحظه ممکنه یکی از این آلتهای سرگردان بیاد سر خاک جایی که وسط فاتحه بخونه بگه جون عجب مرحومی. خب جاد قطعا وسط جهنمه دیگه. حضرت اون کسی که رفته بود توی توالت همسایه بغلی ساز آواز داشته، یه خود مکس کرده اومده از حضرت پرسیده آقا من حضرت اگه در همون حال میمردی وسط جهنم بودی، یعنی وسط توالت بوده میمرده میرفته راهش از اونجا. حواستون باشه از این بعد اگه رفتین توالت صدای ساز و آواز همسایه اومد، شستن مستن و شلوار بالا کشتن اینا رو بی خیال دیگه، دستا رو میذاری رو گوشت همینجا کنلخ میدوی بیرون. باب موسیقی رو خودتون ببندید، موسیقی همون شرابه. خب پس با این حساب اینجا میخونه است، اینا هم همه مست شرابن. پای درد تو نشستند ایران. احسن آقای عزیزی، خیلی لذت بردیم. احسن ما هم لبریز از لذت شدیم. البته به این نوع موسیقی میگن موسیقی مالشی که اصلا مثل شراب نیست.
مثل ساندیسه. به علاوه این موسیقی با مردم عادی کاری نمیکنه، فقط مسئولا و برادرای ارزشی رو میگیره. واسه مزه کنارش هم صدای پرواز شغال خیلی میچسبه. شراب از طریق دهان آدم مست میکنه، موسیقی از طرف گوش مستی و قفلت. قفلت؟ البته به غیر از همون موسیقی مالشی که به جای گوش از طریق پاچه به بالا مستی و قفلت میاره، بقیه موسیقی اینجوری هم دیگه قفلت خیلی خطرناکه. ضمناً یه نوع موسیقی اعلا هم داریم که اونو دیگه فقط با زغال خوب و سیخ و سنگ از طریق دهان و دماغ باید مصرف کرد. آقا یه چیزی گردی بود که شما الان بریم بازار همه جا میفروشه. بالاخره هر چیزی یه مکملی میخواد دیگه، هر چیزی یه بله دیگه. همینطور که ملاحظه کردید این نوع موسیقی باعث مستی نمیشه، بیشتر باعث نشگی و خماری و بدندرد میشه، بعضی اوقات هم باعث هزیون گفتن میشه. من همیشه میگم، میگیم مرگ بر آمریکا، ولی مهمتر از مرگ بر آمریکا عملشه. بله عملش خیلی مهمه. برای نابود کردن هر چیزی هم باید بهش نزدیک شد. پس اولین قدم هم برای نابودی آمریکا اینه که گرین کارتشو بگیرید، بتونید برید اونجا اون وسط آمریکا به شعار مرگ بر آمریکا جامعه عمل بپوشونید. سفارت آمریکا ایمیل زده به من، به سفارت، به ایمیل فدراسیون، که آقای دبیر چرا گرین کارتتو پس دادی، انصراف دادی؟ گفتم آقا خوشم نیومد از کشورتون. خب حق داره خداییش از آمریکا خوشش نیاد، کشوری که نشه توش با یکم پاچه خاری پیشرفت کرد به چه درد میخوره؟ اینجا شما کشتیگیر باش، اما علاوه بر فیتیل پیچ یکم فنون مالشی هم یاد بگیری میشه عضو شورای شهر. کجا تو آمریکا همچین فرصتای فراهمه؟ اون دکتری که حتی کروات زده اینو بذارید، اون دکتری که حتی کروات زده کارش داره خوب انجام میده، به نظر اون داره میگه مرگ بر آمریکا. نه دیگه، این دستمال یزدی رو لیسیده گذاشته کنار، عزمش رو جذب کرده که این سری بعد از فدراسیون کشتی بیاد واسه شهرداری و ریاست جمهوری. شهردار جدید ربات کریم در نامه‌ای با استنادات قانونی از نمایندگان مردم در شورای شهر تقاضا کرده نسبت به اختصاص 1 میلیارد تومان جهت اجاره یا رهن خانه برای آقای شهردار موافقت کرده و آن را ابلاغ کند. این یکی خوبه، باز نامه زده به شورای شهر تقاضای خونه کرده. شهرداری رش که نامه میزد به خودش، خودش تقاضای مسکن میکرد و خودش هم تقاضای خودش رو بررسی میکرد و آخرش هم خودش با تقاضای خودش موافقت کرد. طفلی خیلی هم قانونمند بوده، هی فقط نامش رسانه‌ای شد. نباید بی احتیاطی میکرد، وگرنه الان خودش از خودش وام و ویلا و ماشین و موتور و دوچرخه هم گرفته بود. مراجع معظم تقلید بدون استثناء دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی رو اشکال میدونن. پس در انظار عمومی مشکل داره، یعنی تو آشپزخونه دور مایتابه و زودپز میشه دوچرخه سواری کنن. پس آزادی هست دیگه، چی میگن این خانمای غر میزنن؟ پیشرفت پشت پیشرفت. تا چند وقت پیش کلاً حضور بانوان در انظار عمومی مشکل داشت، الان فقط با دوچرخش مشکل داره و این نشون میده که اصلاحات واقعاً داره جواب میده اگه مردم بی تفاوت نباشن. میبینیم در یک جامعه از 10 نفر تقریباً 10 نفرشون بی تفاوتن. بنابراین از نظر ما این بی تفاوتی از همه اهمیتش بیشتره. واقعا میگن بی تفاوتی کشنده ترین سلاح همینه ها. اون عزیزی هم که تو اصفهان اسید میپاشید تو صورت خانما، طفلی میخواسته بی تفاوت نباشه، داشته به یه روش جدید موزل بی تفاوتی رو حل میکرده. یه خانومی بی حجابه، به جای اینکه بهش تذکر بده میشینه میگه صبر کن ببینم این خانم سوار کدوم یکی از این ماشینا میشه، بعد که سوار اون ماشین شد شماره پلاکش رو مینویسه. کم کم روحیه این تذکر دادن از سر مردم میفته. پلاک ماشین برمیداری؟ همین؟ ای خاک بر سر بی تفاوت بدبختت کن. بلد نیستی اسید بپاشی، حداقل برو بالا پشت بوم خونه یه تفنگ ساچمه‌ای بردار خانوما رو باش بزن. اون وسط حالا چند تا گربه هم میتونی بزنی که دیگه دمت گرم، علاوه بر فیلم و سریال از کوچه خیابون هم حذف بشن. ببینید یکی از اصلاحاتی که تو دو قسمت اول دادن، هر چی گربه توی پشت پن تو نیوردم، این حماقت نکردم که گربه ها رو بیارم تو خونه، تو خیابونا، تو حیات گربه هست، گربه هست، تمام این گربه ها رو دستور دادن حذف کنید. پس اینا چجوری تاموجری پخش میکردن تا حالا؟ ولی خب طبیعی هم هست که الان هیچ سیاستمدار و خواننده و هنرمند درستابی دیگه ای نمونده که ممنوع تصویرش نکرده باشن. دیگه رسیدن به ممنوع تصویر کردن سگ و گربه ها. ولی خوشبختانه هنوز پخش تصاویر خراب و گاوا تلویزیون ممنوع نشده و تولیدات همچنان بیوقفه ادامه داره. اصلا نیازی به برنامه ساختن ما هم نیست. دیگه تمومش کنیم بره بهتره ها؟